درود عزیزان دلم، جلسه 42 از کلاس های آنلاین رایگان انگلیسی مثل آب خوردن که برای اولین بار در دنیا توان گرفته است از تیم انگلیسی مثل آب خوردن و برای شما تقدیم شده و شما عزیزان از سرتاسر دنیا در این کلاس حضور دارید و باعث رونق این کلاس خواهید شد. در این جلسه خواهیم پرداخت به کوتاه‌ترین و ضروری ترین و مهمترین و البته تأکید میکنم کوتاه‌ترین عبارتها و جملات انگلیسی. یعنی چی که کوتاهن؟ یعنی که فقط با دو تا کلمه ساخته شدن، خیلی ضروریه یادگیریشون، ضمن اینکه خیلی راحته، خیلی سریعه یادگیریشون. با حضور شما عزیزان از سرتاسر دنیا این درس رو شروع میکنیم. حامی مالی این جلسه و این کلاس شرکت I2 Canada یا جناب آقای وحید بابایی هستن که از رهگذر خدمات این شرکت که مورد تایید هستن میتونید برای امور مهاجرتی به کانادا و یا اگر در داخل کانادا هستید برای تغییر استاتوستون میتونید از مشاوره اولیه رایگان این شرکت و خدمات این شرکت استفاده بکنید. سپاسگزاریم برای حمایت مالیشون. بریم سراغ درسمون. کامل این درس رو براتون روی کانال یوتیوب انگلیسی مثل آب خوردن گذاشتیم بدون حضور شما عزیزان و در این جلسه با حضور شما میریم که رفع اشکال کنیم و این رفع اشکال کردن ها در تلفظ و بیان باعث میشه که به دیگرانی که این درس رو بعدن خواهد دید هم کمک بشه، اونا هم رفع اشکال بشن و به ابهاماتشون پی ببرن. اگر میخواید کامل این درس رو بدون حضور عزیزان در کلاس ببینید و استفاده کنید، آدرس دسترسی بهش رو در قسمت توضیحات این ویدیو تقدیم شما جانان کردیم. بی یعنی بودن، شدن. بی به تنهایی یعنی بشو. ready یعنی آماده. دقت بکنید در مورد تلفظ آر در ready قبلا گفته بودم. آر انگلیسی فرق داره با آر فارسی. الان بعضی ها میگن بابا چرا انقدر تکرار میکنی؟ خب قربونت برم تکرار میکنم، بازم دارید اشتباه تلفظ میکنید، ناچارم تکرار کنم دیگه، کار مربی همینه. الناز لباستوز که میدونم درست تلفظ میکنه بگو. Be ready. Be ready. نیلوفر بگه. Be ready. Be ready. Be ready. Be ready. فیروزه بگه، بعد سلاله عدالتی بگه. Be ready. Be ready. آفرین. Be ready. آفرین. پروانه بگه. Be ready. آفرین. شادی تمیز بگه. Be ready. ممنونم. چشم. Be ready. Be ready. بریم بعدی. آماده این برای درس. Be ready. آماده باش. Excuse me. اینجا چند تا نکته تلفظی داریم. Excuse یعنی عذرخواهی کردن. و اگر در حالت excuse اس تلفظ بشه یعنی بهانه. کلن از حالت فعلی تبدیل میشه به حالت اسمی. حالت فعلیش یعنی عذرخواهی، پوزش طلبیدن. Excuse یعنی پوزش می طلبم یا منو ببخش. می یعنی مرا دیگه. Excuse me یعنی منو ببخش. بچه ها کاربردش رو قبلا گفته بودیم، بچه هایی که تو کلاس هستن. کاربردش اینه که وقتی میخوای توجهت کسی رو جلب بکنی از excuse me در انگلیسی واقعی استفاده میکنی، نه برای پوزش خواستن از فرد. اگر خرابکاری کردی بعدش نمیگی excuse me. اگر میخوای گند بزنی خرابکاری کنی اولش میگی excuse me. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا میخوای قیمت بپرسی، رفتی فروشگاه، رفتی تو والمارت، رفتی کاسکو، چه میدونم، رفتی مترو، whatever. میخوای توجه طرف رو جلب کنی، سوال بپرسی، رفتی شلوار بخری، میگی excuse me، طرف میاد سمتت، سوالتو میپرسی. یا میخوای رد شی، میگی excuse me، طرف حواسش به تو جلب میشه و میگی مثلا میخوام رد شم. حالا وقتی داری رد میشی پات میخوره به پات، اونجا میگی sorry. Sorry یا I'm sorry یا I'm so sorry. پس excuse me برای جلب توجه استفاده میشه، نه برای عذرخواهی کردن. این خیلی مهمه، کاربردش رو بدون. فهیم عرافی بگه، بعد الستار گروپ بگه، میترا یزدیان بگه، نسرین توسلی بگه، پشت سر هم لطفا. Excuse me. Okay. Excuse me. Okay. اوکی. پاردن می. پاردن یعنی مورد عفو قرار دادن، می مرا. پاردن می یعنی منو ببخشید، متوجه حرفت نشدم. کاربردشه. وقتی حرف طرف رو متوجه نشدی تو انگلیسی، به جای اینکه بگی sorry would you please repeat your sentence با همین لهجه ایرانی زد، کافیه بگی pardon. آرش هم زبونت نزدیک سقف دهانت. آره انگلیسی اینجوریه، زبان نزدیک سقف دهان. Pardon, pardon, pardon me یعنی
متوجه حرفت نشدم. حتی میتونی این میش رو هم حذف کنی. Pardon me. آقا الان این خودش یه جمله است. بله. اینجا به خاطر این گفتی کوتاه‌ترین جملات. بله. ببین Pardon me. منو ببخشید. منظور کاربردش چیه؟ یعنی حرفتو متوجه نشدم. دوباره تکرار کن. خودتو اذیت نکن. حتی بگی What؟ طرف میفهمه ولی خب مؤدبانه نیست. مثلا اون فرقش کجا این که بگی ببخشید میشه تکرار کنید یا ببخشید یا این که بگی ها چی؟ تو فارسی هم داریم دیگه. بنابراین what هم میتونی بگی همجوری با وی اشتباه. اما pardon مؤدبانه متشخصانه خوشگل زیبا. کامل ترش خواستی بگی pardon me. خب ببینیم کیا میخوان تکرار کنن. ماریانا، زهرا، سارا زمانی با هم پشت سر هم تکرار کنید لطفا. Pardon me. نه دیگه گوش کن، صبر کن، صبر کن. مچشو گرفته. ماریانا شما داری در بریتانیا در لندن داری زندگی میکنی، این همه کلاس اومدی، دلیل از خودت برو بپرس دلیل اینکه هنوز این همه من تکرار اشکال کردم شما رو هنوز داری آرو ایرانیزه تلفظ میکنی چیه؟ برو از خودت بپرس. یا درس ها رو خوب تمرین نمی کنی یا توجه نمی کنی به صدای خودت. نمیخوام توضیح بدی، برو پیش خودت دنبال جوابش باش. آرت شدیدن ایرانیزه بود. سارا زمانی بگه، نیلوفر آصف بگه، فرزانه شبانی بگه. پشت سرم لطف. Pardon me. Pardon me. When. این هم یه جمله است برای خودش. بله یه جمله پرسشیه. پس چه موقع؟ پس کی؟ آقا این حقوق بشر رو کی میریزن؟ این حقوق بشر رو کی میدن؟ پس کی؟ کی انگلیسی یاد میگیرم؟ When. When یعنی در اینجا یعنی پس. بنابراین When حالت لبهات حالت لوله‌ای باید باشه وقتی میخوای When رو تلفظ کنی. When. اوکی؟ درست بود؟ Then آفرین. Then When. نه وی گفتی. این کی بود؟ Alistair. هم آره تو داری سب... هم آره تو ایرانیزه میگی، هم دابلی تو دقیقا ایرانیزه. ونیس لب ها حالت لوله ای. چند بارم توضیح دادم بچه اگر دقت و توجه نکنید همون چیزی که بودید میمونید در یادگیری زبان. باید دقت کنید، کنجکاو باشید. حالا که الان من دارم دقیقا توضیح میدم لطفا پس توجه کنید در بیانتون. ون ون فهیم عرافی دست پایین. سلاله عدالتی، لیلی فرامرزی، زینت تهونه. When when. Okay. When when. Okay. When when when. Okay. خیلی لب خوب. لبها پس حالت لوله ای در تلفظ دبلیو. یکی از اشتباهات رایج ایرانی هست. چون ما صدای دبلیو رو در فارسی نداریم کلن. صداشو نداریم آقا دیگه شوخی نیست. وقتی نداریم پس میاییم به اشتباه از یک حرف جایگزین که ویه استفاده میکنیم و طبیعتا اشتباس. ببین فرق داره ون با ون فرق داره. الان خود دقیقا از روی صدای من میتونی دیتکتش کنی. How sweet. Sweet یعنی شیرین، بامزه. How یعنی چقدر، چگونه. تلفظش رو دقت کن. How مثلا How are you. How are you نیست. How دوباره اینجا W داره نه؟ لبها لوله ای. How are you پس نیست. How are you. نیلوفر زهیری تلفظ کن یاد بگیرن بچه. How sweet. Sweet. سهیلا بگه بعد الناز لباستوز بگه. How sweet. آفرین. How sweet. آفرین. آفرین. خب ناهیدا حسینی بگه، بعد پری جلیلیان بگه، بعد میترا یزدیان بگه. How sweet. Okay. How sweet. Okay. How sweet. Okay. How sweet. دقیقاً how نکته که اینجا رو تلفظ هست how که بعدش W و بعد whether. How sweet. بسیار ممنون. چقدر شیرین، چقدر بامزه. به بچه میتونی بگی، چه میدونم به اتفاق جالب و خنده‌دار میتونی بگی how sweet. Take this اینو داشته باش. میگیم دیگه نه؟ اینو داشته باش حالا. Take this. یه نکته تلفظی اینجا داره. TH در this. TH در this حالت دوم تلفظ TH. TH رو بچه ها ببینید. حالت اولش رو ببینید. زبونت
دوتاش حالت اول و دومش دقیقا زبونتون یه جا قرار میگیره، یعنی زیر نیش دندون بالا قرار میگیره. حالت اول سعی میکنی بگی سه سمیه، حالت دوم سعی میکنی بگی ز زهرا. مثلا اولیش میشه مثل 3333، اوکی؟ حالت دومش ز مثل this، مثل this. اینجا نگاه کن، take this. همه تون زبون زیر نیشه دندون بالا، سعی کنید بگی ز، دستتون هم بذارید رو گلوتون، داری میلرزه چون صدا داره. this، take this، take this. آقا چرا نمیگی take this؟ this نیست، this اون چیزی که توش غذا میریختن قدیما. مهمون میومد ایران، مردم جرأت میکردن مهمون دعوت کنن، تو دیسا برنج میریختن. this، ایش یه کوتاهه در اینجا عزیزان دلم. اینجا رو نگاه کنید، دوباره یکی از مشکلات رایج تلفظی ایرانی ها اینجاست. یه کوتاه آی دو تا تلفظ داره کلن تو انگلیسی، یکی مثل آی دقیقا مثل like، یکی هم مثل یه کوتاه که اینجاست this. آقا یعنی نگیم this، نه this هم نمیگی، this، take this. این همه میگم باز شهناز دباغ میاد اشتباه تلفظ میکنه. شهناز، شهناز خودت بگو یاد بگیرن. take that. ترسیدی؟ دوباره بگو. Take this. صدات نمیاد. Take this. آفرین. بازیکن خارجی آوردی؟ استاد اومدم خونه، دخترم نوام اومدن، میخوام شرکت کنم. ممنون. بگو، بگید لطفاً تکرار کنید بچه. فارسی بلدین؟ Take this. آفرین. آفرین. Okay. So you understand Persian, right? Yeah. Oh, okay. But some kids do not understand Persian anyway. I'm talking about Iranian people. Okay. خب بریم بعدی. اینم تا اینجا شهناز استفاده کن ازشون، رفع اشکالت کنه. اوکی. اتفاقا کوتاه رو خیلی قشنگ بهم یاد داد دیگه، ایشون که دیگه اشتباه. خدا رو take this، اینو بگیر، اینو داشته باش، اینو درست تلفظ کن. take this، stay away. بچه اینا جملات کوتاهی که اینجا آوردیم براتون داریم با هم کار میکنیم، همش رو حساب کتاب ها. مثلا stay away، اینو دقت کن. همین آها اجازه بدید من، چرا یادم نمیندازید؟ بگو آقا چند تا جمله دیگه هم باش بساز. stay out، stay away. بذار اول اینو بگیم بعد بریم سراغ stay out. stay یعنی بمان یا اقامت داشتن هم معنی میده. آقا اینجوری بود میگفتی لغت یاد بگیر تو جمله؟ من الان stay away رو یاد گرفتم، یعنی دور بمون. هم stay رو یاد گرفتم هم away رو. آره عزیزم، پس بهت میگم تو جمله یاد بگیر، تو عبارت یاد بگیر، لغت ها رو اینجوریه، هیچ وقت هم از ذهنت پاک نمیشه. حالا نکته تلفظی stay. 99% ایرانی بهش میگن stay، یعنی یه اینجا اضافه میکنن. چرا؟ چون بر اساس موضوع زبان شناسی کلا زبان فارسی یه زبان ادوستیه، ترکی استانبولی یه زبان ادوسته، از یاد میگن استای مثلا بیشتر تمایل دارن بگن. مثلا حالا اینجا میگی چی، چجوری تلفظ کنیم راحت بشه دکتر؟ الان بهت میگم. ببین الان من ایشون که میکروفونش روشنه میگم به امین رضوی. ببین اول میگی بعد میگی stay. اینجا به چی ختم میشه؟ به یه. در stay اینجا با چی شروع میشه؟ با شوا، با یه چیزی بین او اه. stay away. حالا میخوام بچسبونمش به هم. ببین stay away، یه وی. آقا یه وی نداریم، چی داری میگی؟ انگلیسی بلدی خودت؟ یه وی تو گفتار میچسبه و این قانون رو رعایت کنی هم تو فارس، تو فارسی بود ناخودآگاه داری رعایت میکنی ها، اما تو انگلیسی چون میترسی میگی stay. اول اینجوری که نمیگی، میگی stay away، ولی کم کم که تمرین میکنی میگی stay away. away یعنی دور. دوباره نکته تلفظی، لب ها حالت لوله ای در w، away، stay away یعنی دور بمون. آقا میشه یه کلمه دیگه، جمله دیگه هم بسازی؟ بله. stay out یعنی بیرون بمون. حالا میگیم stay out of it، از این ماجرا، از این جریان دور بمون. stay out of it یا stay out of this، از این ماجرا دور بمون، دخالت
نکن. Stay out of my life. از زندگی من دور بمون. تو زندگی من دخالت نکن. چند تا یاد گرفتی؟ Stay away. Stay out. Stay out of it. Stay out of this. Stay... ببخشید. Stay out of my life. چند تا یاد گرفتیم نه؟ خب بریم ببینیم که کیا میخوان تکرار کنن؟ ماشاءالله به این بیگلری بگه، ثاندر گاد بگه، سپر اسدی بگه، فیروزه بگه، بعد ندا خلیلی بگه پشت سر هم. Stay away. Stay away. آفرین. Stay away. ای نداره. اون کی بود؟ صبر کن. کی بودی؟ معمولا. دوباره بگو. Stay away. الان درست شد. بریم بعدی. بگو. Stay away. این کی بود؟ فیروزم. من الان دارم قصه حسن کرد شبستری که من نمیگم، میگم که دقت کنی. Stay. دوباره بگو. Stay. آفرین. الان درست. حالا بگو Stay away. Stay away. آفرین. دابلیو تا باید کار کنی. داری وی میگی. ویدا ممتحن. بیا امتحان بگیر از همون ببینیم اگه راست میگی. بگو Stay away. دوباره بگو Stay away. اوکی. Stay away. اوکی. حالا اینی که میگم تکرار کن. لیلی فرامرزی. Stay out of it. Stay out of it. نرگس رامک. Stay out. پری جلیلیان. Stay out of it. Stay out of it. اوکی. آفرین. علی فعال. Stay out of my life. صداتون نمیاد. تا علی آماده شه پروانه بگه. Stay out of my life. Stay out of my life. آفرین. چقدر عالی. علی فعال روشن کن میکروفونو بگو. Stay out of my life. لطفا با من تکرار کنید. لزومی نداره متن رو ببینی. بچه ها یادگیری انگلیسی از رهگذر شنیدن اتفاق میفته. همونطوری که شما بچه بودی زبان فارسی رو یاد گرفتی یا بچه های انگلیسی زبان انگلیسی رو با گوششون، لزومی نداره متن رو ببینی. چیزی که میشنوی رو با من تکرار کنید. همه تو میکروفون خاموش تکرار کنید لطفا. 1 2 3 Stay away. Stay away. Okay. حالا بگو Stay out. Stay out. Stay out of it. Stay out of this. Stay out of my life. Please, for God's sake, stay out of my life. لطفاً محض رضای خدا از زندگی من پاتو بکش بیرون. Stay out of my life. Okay, بریم بعد. ببین با همین دوتا کلمه این همه چیز یاد گرفتی. زبونت داره راه میفته نه؟ Finish it. دوباره این پر از چی؟ پر از اشتباهات رایج ایرانیای عزیز. قربونتون برم هموطنا. ببین اینجا رو finish نیست. Finish. 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 ایهاش یه کوتاه اینا. یه دونه، دوتا، ستا. حالا اینجا این به ش خط میشه، این با یه کوتاه شروع میشه. ببین اینجا رو finish it. Finish it. Shit. میدونم چه فکری میکنی، خیلی بی تربیتی. Finish it. Finish it. Finish it. یعنی تمومش کن. Finish یک فعله، در ابتدای جمله اومده. فعل تمام کردن در ابتدا اومده، یعنی تمام کن. چی رو؟ it. اون ماجره رو. این کلاس رایگان رو finish it. تمومش کن. نسیم ساعت چی بگه؟ finish it. finish it. آفرین. فاطمه تاجیک بگه؟ finish it. اوکی. نیلوفر آصف بگه؟ finish it. آفرین. خشک بیجاری بگه؟ finish it. آفرین. نوابزاده بگه؟ خیلی همچین دیندار نبوسه. بگو دوباره. سلاله عدالتی بگه. سلاله عدالتی بگه. Finish it. دنیا قریشی بگه. Finish it. آفرین دنیا. فقط کند بگو بچه ها یاد بگیرن. باش عزیزم. Okay. بگو دوباره کند بگو. Finish it. آفرین. Finish it. Okay. پس finish رو یاد گرفتی. بچه ها finish نگی یا finish. Finish. بین ای و ای. Finish it. کلن ای در در نقش ای کوتاه در انگلیسی اینجوری تلفظ میشه. خب بریم بعدی. finish it. تمومش کن این جمله رو. به جای finish it میتونید بگید stop it. stop.
Stop it. متوقفش کن. میکروفوناتون لطف کنید خاموش باشه وقتی من صحبت میکنم. All right. All right. All یعنی همه، نه all. All. بین او او آ هر چیزی که میخوای برداشت کنی. All اینجا الش تو دماغی میشه right. Right یعنی حق، حق و حقوق یا سمت راست. همچنین به معنی درست. ببین با یه دونه جمله کوتاه، عبارت کوتاه، این همه معنی یاد گرفتی. All یعنی همه، right سمت راست، حق همچنین درست. حالا وقتی میخوای بچسبونی به هم، مگه نگفته بودم آر رو که خواستی تلفظ کنی زبون نزدیک سقف دهان میشه، یعنی رر نمیگی. All right. این برای که راحت تر بتونی تلفظش کنی، این ال، ال این ال در اینجا تو دماغی میشه. All right. چاره ای نداری چون زبونت میخواد بره آر رو تلفظ کنه. All right. بسیار خوب. خوب باشه، توضیح دادی دیگه. زینت تهونه بگه ببینم چجوری میگه. All right. نه دیگه، الان قصه امیر ارسلان رو نامدار right. که نه دوباره. All right. نه نه آقا جون، نه بچسب به هم. الو فراموش کن زینت، الو فراموش کن. All right. All right. اوکی okay. الان شد. فرزانه right. شبانی بگه ممنون استاد. All right. All right. بچه اصلا ال تو دماغیه چون فدای آر میشه، آرت قرار بره زبون نزدیک سقف دهان. ام سمدی، ام سرمدی. All right. All right. اوکی okay. All right. اوکی okay. شهناز دباغ بگه میتونی از بازیکنهای خارجی تم استفاده کنی. All right. All right. Okay, all right. بچه ها، بچه ها، عزیز، بچه ها، وقتی قرار سب کنید بعد بازیکنهای خارجی شو، وقتی میخواید چیزی رو یاد بدید در زبان سعی کن، میدونم شما طبیعتاً میگی all right, okay. ولی کند بگید که بچه ها یاد بگیرن چون دارن گوش میدن. بگید all right. ببینید اینم دوتا بچه ای که نیتیو انگلیسی رو اینجا یاد گرفت. all right. خب بریم ببینیم کیا میخواد بگه. میترا یزدی، ممنون. شهناز اشتباه داشته باشید بهتون میگم. زهرا شمن. right. اوکی. الناز لباس دوز. all right. آفرین. سارا زمانی. all right. کشانی، امیر اسماعیل کشانی. all right. آفرین آفرین، خیالم راحت شد، کیف میکنم، ممنونم. خب بریم بعدی. می ایذر. آقا من کیف میکنم تو این کلاسم، این همه بچه ها میان با انگیزه با تلاش شرکت میکنن که شما از روی رفع اشکال این عزیزان شما هم انگلیسیت خوب بشه. الان میخوای بگی منم همینطور، میگی چی؟ میگی می ایذر. آقا میتون نگم دیگه، آبرو میره. نه، زبان چیزی نیست که آبرو تو ببره یا نبره، زبان برای ارتباطه. شما اومدی خارج از کشور، اومدی اینجا کانادا، اومدی امریکا، آبروت نمیره اگه انگلیسی بلد نباشی، فقط کارت لنگ میمونه. زبان برای پوز دادن نیست که شما مثلا خجالت بکشی که اشته، چون یکی از مشکلاتی که تربیتی ما تو آموزش ما اینه که اگه مثلا اشتباه کنی بهت میخندن. نه، هیچ کس به شما نمیخنده. کسایی که الان اومدن اینجا ازشون بپرسید، تو گروه هم دارن شرکت کردن، کانادا، امریکا، اروپا، هر جای دنیا، هیچ کس به شما نمیخنده. برای چی باید بخنده؟ شما داری ارتباطات برقرار میکنی. anyway ما لذت میبریم از این حرفایی که میزنی، انگیزه میگیریم. می ایذر. میتونه میتونم بگم؟ چرا میتونی بگی؟ اینم قشنگه. می ایذر. تلفظ ایذر رو یه بار برای ما میگی دکتر؟ چشم. ایذر ای تی حالت دوم تلفظ تی ایچه. گفتم زبون زیر نشه دندون بالا، سعی میکنی بگی ز، ز زهرا. ایذر. ای آی در اینجا، اینجا خط بکشم برات، اینجا ای و آی ای دقیقا تلفظ میشه. اینجا رو آزادی که بگی ای، ای ذر. فقط حواست باشه تی اچش رو درست تلفظ کنی. سپر اسدی بگه می ایذر. می ایذر. آفرین. علی فعال. ایذر. آفرین. علی فعال گفت هوا. هوا یعقوبی. پری جلیلیان. می ایذر. می ایذر. پروانه. می ایذر. می نیذر. آها، می ایذر یعنی من هم همینطور، می نیذر مخالفشه، متضادشه، یعنی منم نه، من هم همینطور منفی. می نیذر چقدر راحت. می ایذر، می نیذر، یه دونه نه فقط میاد اونجا. نه
پری جلیلیان بگه می نیذر. می نیذر. پروین سانعی بگه، بعد شاپور، بعد لیلی فرامرزی، بعد اکرم جباری، بعدش دستتون پایین. می نیذر. می نیذر. می نیذر. این نیذر. اوکی. خوبه؟ آفرین بر شما. بریم بعدی. Same here. Same here. رفتی رستوران، غذا سفارش داده رفیقت. میخوای بگی منم همونو میخوام. منم به همون شکل. منم همینطور. آقا میشه به جای می نیذر می تو هم استفاده بکنیم؟ Same here. بستگی داره به موقعیت. مثلا جایی که بخوای بگی من هم همینطور، مثلا میگم یکم همچین make sense ممکنه نکنه بعضی جا، یعنی همچین از نظر منطقی معنی نده. یعنی منم همینطور، من هم وضعیت شما رو میدونید، یعنی اون چیزی که شما تجربه میکنی منم همون. پس same here هم تقریبا در جایگاه me too و me either قابل استفاده است. same here. نکته تلفظی که فقط داره چیه؟ r در here، نزدیک سقف دهان. بریم بعدی. این نکته خاصی نداره. No worries. بچه ها این شدیدن تو انگلیسی کاربرد داره. No worries. چرا؟ الان بهت میگم. دابلیوش لبها حالت لوله‌ای، اینو که بارها گفتیم، الان هم میاید رفع اشکال میکنیم. No worries. Worries جمع worryه، یعنی نگرانی. No worries یعنی نگرانی نداره، مسئله نیست. و این رو به جای خواهش میکنم، مشکلی نداره، البته، روزت بخیر، حالت چطوره؟ نه دیگه نه. خیلی کاربرد داره. یعنی ما ممکنه مثلا به جای اینکه طرف بگه you are welcome میگه no worries. مثلا میگی که من یکم دیرتر میرسم میگه no worries. مثلا میگی که ممنون که به من کمک کردی میگه no worries. مثلا میگی که کلاس خیلی خوبیه میگه no worries. پس به جای نگران نباش، مسئله نیست، خواهش میکنم، اختیار دارید، لطف شماست، به جای همه چی میتونی استفاده کنی. پری جلیلیان که گفت، بچه دستتون پایین وقتی گفتید. نفیسه سلسله بگه، نیما سلسله بگه، نفیسه بگه. سلسله بگو، میگی منو بگو، بگو دیگه، میکروفون روشن کن. No worries. نه، دوبلیو گفتی، لبها حالت لوله‌ای. پروانه بگه، بعد نیلوفر بگه. No worries. آفرین. No worries. اوکی. زرین تاج خسروی بگه ببینم. No worries. آفرین. Worries. No worries. پس لبها حالت لوله‌ای، فراموش نشه، نکته تلفظیش همینه. Bless you. عطسه زده. Bless you. رحمت خدا بر تو باد. Bless you. Bless یعنی رحمت. چرا میگی bless نمیگی bless؟ برای اینکه اینجا اگه دقت کنی بین B و L صدایی وجود نداره. دوباره یکی از اون موارد اشتباهات رایج ایرانی ها. Bless اینجا یه دونه ا اضافه میکنه. Bless. Bless یعنی رحمت، عافیت، نعمت. Bless you یعنی رحمت بر تو، یا اینکه عافیت باشه. عطسه میزنم میتونی استفاده کنی. حالا یک کم که روون تر بشه، بعضیا بلش که میشه اینجا. بلش یو هم میگن. It's fine. دوتاشو هم اوکیه. سلیمان بگه، بعد ثاندر گاد بگه، بعد سهیلا بگه. بلش یو. بلش یو. بلش یو. اوکی. بلش یو. بلش یو. اوکی. ممنونم. رحمت بر شما باد. It happens. پیش میاد. خانم همسایه اومدی کانادا و امریکا. خانم همسایه خانم پرحرفیه. البته کم پیش میاد که زیاد ارتباط برقرار کنن. ولی خب پیش اومده. زیاد هی صحبت میکنه. هی حرف میزنه. شما هم هی میخوای بپیچونی بری به دنبال کارت. It happens. پیش میاد دیگه. یا یه اتفاقی همکار تعریف میکنه. نمیدونی واقعا چه واکنشی باید نشون بدی. اصلا کافیه فقط لبخند بزنی ها، ولی یه چیزی میخوای بگی، میگی it happens. آقا مگه نگفته بودی آی در انگلیسی به صورت ای کوتاه تلفظ میشه؟ بله الان هم دارم میگم it happens. این اس سوم شخصه به چی برمیگرده؟ اگه راست میگی برمیگرده به این it happens. پیش میاد از این ماجراها، پیش میاد دیگه.
دنیا بگه It happens. It نه. It. It. ببین قبلا گفته بودم زبان آموزا تو سطوح پیشرفتم حتی اینو مشکل دارن تو تلفظش. الان مثلا دنیا متوسط به بالاست، تو کانادا هم داره زندگی میکنه، الان ایشو اشتباه تلفظ میکنه. یه باره بگو با دقتی که بهت گفتم. It happens. It happens. الان درست شد. ممنونه. مرضیه قاسمی بگه. منم بگم یه بار دیگه. It happens. دوباره بگو. Happens. It happens. It happens. خوب حالا صدات نمیاد. شهناز بگیم ببینم چجوری میگه. It happens. آفرین. بازیکن خارجی بگو. It happens. بگو. صدا کردم. It happens. آفرین. It happens. It happens. آفرین. مرضیه بگه. می‌خواستیم بگه. It happens. اوکی. همین. Never mind. Never mind. Never یعنی هرگز. اینجا دیگه راحت باش. دندون نیش دندون بالا لب پایین تو رو گزید گفتی وی. It's fine. چون درسته. ویه دیگه. Mind یعنی اهمیت دادن. همچنین به معنی ذهن. فکر. Mind از نظر فعلی یعنی اهمیت دادن. Never mind یعنی هیچ اهمیتی نداره. اصلا مهم نیست. یا کلان اهمیت نده. بهش فکر نکن. بچه هایی که نیومدن تا الان لطفا همه دستشون پایین، فقط کسایی که تا الان شرکت نکردن دستشون بالا باشه. علی برومند بگه، بعد مدینه شیرزای بگه، بعد مجده خه بگه، بعد سارا فروزند. Never mind. اوکی؟ Never mind. Never mind. اوکی؟ اوکی؟ Never mind. آفرین. میترا جواهری بگه، سهیلا عدالتی بگه، بعد حمیده پاپی بگه. Never mind. Never mind. Never mind. Never mind. آفرین. عالی. عالی. خوب. خیلی خوب. No kidding. No kidding. Kid چند تا معنی داره بچه تو انگلیسی. یکی از معانیش یعنی بچه. Kid. دقت کنید نکته تلفظیش رو. دوباره آی اینجا. آی کوتاهه بین ای و ای. دوباره اینجا هم همینطور. کلن پس آی در جایگاه ای ای کوتاهه. بله. یا دو تا تلفظ داره، یا آی مثل لایک یه یه کوتاه. کید کید کیدینگ. کید یعنی بچه. در نقش فعلی یعنی شوخی کردن. نو کیدینگ حالت آی انجیش یه دونه دی اضافی هم خورده. نو کیدینگ یعنی بی شوخی. جدی دارم میگم. نو کیدینگ. ببینیم کیا میخوام بگم. نیلوفر ماهیگیر، مهدی رعوفی، پروانه یوسفیه، زینت طهونه. نو کیدینگ. نه 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 کیدینگ. سب کن سب کن سب کن. کیدینگ نیست، من الان توضیح دارم میدم. کیدینگ. کیدینگ. نه هنوز اشتباه ده. بعدی. کیدینگ. نه کیدینگ. کیدینگ. نو کیدینگ. کیدینگ نیست عزیز دلا. بیگلری بگه یاد بگیرم بقیه. سویلا بگو. نو کیدینگ. کیدینگ. سویلا بگه. نو No سارا فروزنده. اوکی. سارا فروزنده بگه. من نگفتم اون سخن. No kidding. No kidding. No kidding. No kidding. عالی عالی. اینم نکته تلفظیش. I agree. It's fine. I agree. Agree یعنی موافقت کردن، موافق بودن. I agree یعنی من موافقم. I agree نیستا. I am agree هم اشتباه رایجه که میگن I am agree. agree خودش فعله و ایش هم شواست بین ای و ا. I agree. من موافقم. نیلوفر بگه، اسماعیل کشانی بگه، سلاله عدالتی بگه. I agree. اوکی. I agree. اوکی. I agree. اوکی. درسته. نکته خاصی هم نداره، فقط این که اشتباه رایجی که توی پیش میاد تو نوشتار یا گفتار به جای I agree میگن I am agree. اشتباهه. I agree درسته. I disagree. agree شد موافقت کردن. disagree یعنی مخالفت کردن. یه پیشوندم اینجا یاد بگیر، در کنارش میتونی هزار تا لغت یاد بگیری. کلماتی که اولشون dis دارن، ببین نگفتم dis. dis دوباره اون همون بازیه آیه کوتاه هست. I disagree.
I disagree. Segree. Segree. Baby. I disagree. I disagree. من مخالفم. پروانه یوسفیه بگه، ماهیگیر بگه، مینا صالحی بگه، بعد دنیا قریشی بگه ببینم درست میگن یا نه. I disagree. Okay. I disagree. I disagree. I disagree. رها حراتیان بگه، بعد فوزیه بگه، بعد سارا زمانی بگه. I disagree. سلام استاد. I disagree. دیس نیست. همه الان داشتیم توضیح میدادیم. I disagree. Okay. الان درست. I disagree. Okay. بریم بعدی. How great. چقدر با توجه به تلفظ دیگران که اشتباه میکنن و دقت میکنم، چقدر عالی دارم یاد میگیرم. چقدر روش عالیه. اینجوری چقدر خوب انگلیسی یاد میگیرم. رفع اشکال میشم. حالا میگی how great. نکته تلفظی که اشتباه تلفظ رایجه. great نیستا. great. great. ببین بین جی و آر صدایی نیست. great. how great. how great. how great. دستا پایین. اونایی که تا الان نیومدن لطفا دستشون بالا. خواهش میکنم ازت. نیما سلسله بگی. how great. okay. ندا خلیلی. how great. شاهپور how... بگه. فیروزه بگه. بگو. how great. okay. how great. okay. آفرین. فیروزه بگه. مجید قلی‌پور بگه. how great. آفرین. how great. نه great گفتی. great. great. girl. girl. how great. کار داره روش. حالا باز میتونی تمرین کنی. خب بریم بعدی. next time. دفعه بعدی سعی کن درست بگی. next time. دفعه بعدی میشه چی؟ next time. دفعه آخر میشه چی؟ تو کامنت ها برام بنویسید. بچه ها تو کامنت ها شرکت کنید. آخرین بار میشه چی؟ ببینم. آخرین بار. بلدید؟ last time. last time. خیلی ممنون. قرار بود تو کامنت ها بنویسم بچه. last time. اوکی لاست تایم کبرا دوست خواه. او لاست تایم. لاست تایم. اوکی فرست تایم. فرست تایم اولین بار. سکند تایم دومین بار. ثرد تایم سومین بار. لاست تایم آخرین بار. نکست تایم دفعه بعدی. نکست تایم نکته تلفظی هم نداره. نکست تایم. نکست تایم فقط دو تا تی اینجا به هم میچسبن. یه تی شنیده میشه. نکست تایم. نکست تایم. لاست تایم میشه دفعه آخر. پروانه جان گفتن last time. دوباره دو تا تی یه دونه شنیده میشه. last time. بریم بعدی. right here. right here. کجا میتونی انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیری؟ right here. دقیقا اینجا. دقیقا همینجا. کبرا دوست خواه بگه. زینت تهونه بگه. سلاله عدالتی نگه. right here. آره تو دقیقا ایرانی داری تلفظ میکنی. دست درد نکنه بعد از این همه توضیح. زرین تاج بگه ببینم. این همه می نویسه. زرین تاش ننویسید. این درس ها ضبط میشه. گوش کن تکرار کن. اتفاقا اینا رو خوندم قبلشم دیدمشون اینا رو. ننویس. گوش کن. Right here. اوکی. زبون نزدیک سقف داون تاون شد رفت. Right here. Right here. دقیقا اینجا. اوکی. آره؟ اگه اشکال داشته باشه میدونی که من گیر میدم. Right. نیلوفر ماهیگیر آب کنار بگه ببینم. Right here. آفرین نیلوفر. آره درست شد. آفرین. بریم بعدی. right there. right there. اینجا یه ذره تریک داره. right there. این تی اول در right یکم تو دماغی میشه. چرا؟ چون بعدش میخوای یه دونه تی اچ حالت دوم رو تلفظ کنی. این یکم تو دماغی میشه. ببین اینجوری میشه. right there. right there. اصلا میتونی اینو تلفظ نکنی چون این میرسه به تی اچ. right there. right there. دقیقاً همونجا. این right در اینجا برای تاکید اومده. right there. فاطمه تاجیک بگه بعد سارا فروزنده بگه. right there. right there. الان بله. بله استاد. right now. right now. همین الان. now یعنی اکنون. right هم در اینجا دوباره برای تاکید اومده. زبون نزدیک سقف دهان وقتی که R رو میخوای تلفظ کنی. right now. همین الان. right now.
بسیار هم عالی. ما تا اینجا 25 تا جمله حیاتی، ضروری، اساسی و کوتاه انگلیسی رو با هم کار کردیم تو این کلاس آنلاین رایگان. ما کامل شده این جملات رو، یعنی 125 تا جمله کوتاه، حیاتی، اساسی و ضروری انگلیسی روزمره رو براتون ویدئوش رو آماده کردیم. فقط حضور شما عزیزان در اون کلاس نیست، کامل توضیح دادیم، تقدیم شما جانان کردیم که آدرس دسترسی به اون ویدئو رو هم در قسمت توضیحات این ویدئو براتون در یوتیوب گذاشتیم، تو قسمت دسکریپشن میتونید بهش دسترسی داشته باشید و ازش استفاده بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم که سالهاست انگلیسی مثل آب خوردن رو در پلتفرم‌های مختلف حمایت، همراهی و تماشا می‌کنید.